ببخشید ببخشید، تند اومدم، اذیت شدید، مجبور بودم. تو آدرس اینجا رو از کجا بلد بودی؟ ها؟ الان مغزم هنگه. بفرمایید بفرمایید. آخه مزاحم میشی؟ اختیار دارید بفرمایید. این ایرج هم خیلی ترسیده. پس بفرمایید. دستشویی هم اینجاست. میگم این آدرس رو حتما از قربون علی گرفته. حالا که همه چی تموم شد بفرمایید داخل. نه همینجا خوبه. اگه این من که عقلم به جای قد نمیده. میرم براتون آب بیارم. نه چای بیارین. چای؟ آخه طول میکشه تا آب جوش بیاد. اشکالی نداره، ما که حالا اینجا هستیم، ما که نمیتونیم شما رو ول کنیم خانم، از اینجا بریم که این من میترسم پسری دیوونه آدرس اینجا رو از زیر زبون مادرش بکشه بیرون بیاد شما رو پیدا کنه. شما به خاطر ما چقدر تو درد سر افتادین. الو سلام. زنگ زدم بگم ما رسیدیم خونه. شما کجا این؟ خب ما هم عزیز خانم رسیدیم خونه شون. تو راه این؟ تو راه کجا؟ تو راه کجا باید باشین؟ خونه دیگه. فعلا که ایرج رفته دستشویی. ببینم این یارو پسر دیوونه که اون داره برا نیست. ایرج که در اومد راه میافتین دیگه. راه افتادیم به من خبر بدین. خداحافظ. چی میگفت کجا بودن؟ نمیشه من دارم حرف میزنم هی ادا در نیاری. نه نمیشه. چی میگفت کجا بودن؟ بدبخت شدیم رفت. چرا؟ لنگر انداختن تو خونه عزیز. خب میترسم همه چی لو بره. ایرج کجا رفته بود؟ تو کجا میری؟ دستشویی. ایرج کجا رفته بود پس؟ دستشویی. پس تو کجا داری میری؟ ای بابا دستشویی. دستشویی هم میخواد بره خسته. بابا راحت باشین. چی میکنین؟ چقدر زحمت میکشین شما؟ گفتم تا چای حاضر بشه یه چیزی بخورین دهنتون خوش نشه. دست شما درد نکنه. این مدت که حسابی ما مزاحم شما شدیم. خواهش میکنم. میگم ایرج مشکلی داره؟ نه چه مشکلی؟ آخه خیلی وقته. راست میگی نه؟ چی شد؟ یاد بچگیاش افتادم. اون موقع هم هر وقت یه سوالی ازش میکردیم که نمیدونست چه جوابی بده یا یه اشتباهی میکرد که نمیدونست چجوری سرتش هم بیاره میرفت تو دستشویی بس میشست. با این علمشنگی که فریبرز به پا کرده منم هنوز داره دلم میلرزه. نه ربطی به فریبرز نداره. تو؟ سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا چی کار میکنم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ شما هم دیگر رو میشناسین؟ نه 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 نمیشناسین؟ نه نه نمیشناسین. ما اصلا هم دیگر رو نمیشناسین. شما؟ این همون دختر است که میگفتی؟ کدوم؟ آه این
بله. کدوم دختره؟ مشقنبر بود؟ چرا اینجوری بود؟ لابد زنش مرده. زنش که 13 سال پیش مرد. اون زنش نه، این یکی زنش. مشقنبر که اصلا زن نگرفته. ولی یه جوری بود انگار زنش مرده. پسر مشقنبر. مگه از سربازی برگشته؟ پسر اون مشقنبر نه، پسر اون یکی مشقنبر. کدوم مشقنبر؟ همون که زنش مرده. آها، خدا بیا مرزتش، زن خوبی بود. آره. سلام. سویچونو ماشین جا گذاشتین. ببخشید مامان، چاره نداشتم.
ببخشید اذیت شدیم. خداحافظ. کجا داری میری؟ نمیدونم، خونه یکی از دوستا. به سن و سال تو که بودم یه بار منم میخواستم فرار کنم. آدم ها وقتی فرار میکنن که میدونن یه اشتباهی کردن که نمیتونن درستش کنن. من فرار نکردم. شما بیرونم کردین. من بیرونت کردم؟ من تا حالا دست رود بلند کردم؟ صدام بردم بالا؟ در خونه رو به رود بستم؟ نه. تو این 22 سال تا حالا شده من نازکتر از گل بهت بگم؟ برای من هیچی بدتر از این نیستش که شما از دستم ناراحت باشید. هیچی بدتر از این نیستش که تو شهر منو جا بذارین. هیچی بدتر از این نیستش که حتی جواب سلام هم ندین. کاش که کتکم میزدید، مشت، لگد، داد، بیداد. بابا اینا همه یه طرف، بی‌محلی به من یه طرف. من بهت کم محلی کردم برای اینکه دوست ندارم بهم دروغ بگی. من بهتون دروغ نگفتم، فقط یه چیزایی رو آره، فقط یه چیزایی رو ازم مخفی کردی، یه چیزایی هم راستش رو نگفتی، چون فکر کردی من پیرم، دهاتیم، لیسانس ندارم، نمیفهمم. واسه همینه میخوام برم. واسه اینکه لیسانس ندارم؟ نه، واسه اینکه شما فکر میکنی من راجع به شما اینجوری فکر میکنم. اگه اینجوری فکر نمیکنی پس چجوری فکر میکنی؟ اون تلفن خفش کن. فکر کنم خفه شد. از کی میدونستی؟ چیو؟ این که دختره بچه عزیز خانمه. دروغ نگی ها؟ من که هیچ وقت به شما دروغ نگفتم، فقط یه چیزایی آره، فقط یه چیزایی رو از من مخفی کردی. خیلی خوب، ازت پرسیدم از کی میدونستی؟ از همون اول. عزیز خانم هم میدونست؟ این که سوا دخترشه؟ نه، عزیز خانم اصلا منو نمیشناخت. یعنی اصلا ندیده بودت؟ نه. اون وقت شما بدون اطلاع عزیز خانم با هم رفت آمد میکردین؟ نه، ما اصلا رفت آمد نداشتیم. رفت آمد نداشتیم. تا کی؟ تا اون روز که برده بودنتون کلانتری. تو که تهران بودی؟ دایی زنگ زد و همه چیزو برام تعریف کرد. خب؟ منم برگشتم، به دایی هم نگفتم که برگشتم. یه راست اومده بود دم آموزشگاه. چی کارت داشت؟ یه فکرهایی کرده بود. فکر کردم کارو باید به کاردون سپرد. خودتون همیشه میگین. اما شماره عزیز خانوم از یکی گرفتم که منو میشناخت. نشونی حاج فتا رو میخواست. قبلا بهش گفته بودم که شما برایش زن پیدا کردین، هم برای خودش هم برای دو سه نفر دیگه که معرفی کرده بود. شمارش رو از سبا گرفتم، رفتم محل کارش، کل ماجرای تنهایی شما رو براش تعریف کردم، بعد ازش خواستم که کمکتون کنه، البته یه جوری که شما نفهمید قضیه از کجا آب میخوره. تو هم باور کردی که برای زن دادن باباش اومده سراغت؟ نه، گفت مطمئنه اگه پدرش با شما آشنا بشه و ما رو بشناسه نظرش عوض میشه. امان از دست شما بچه ها. از دست شما بچه ها. کجا داریم میری؟ به تو ربطی داره؟ نه.
مشقنبر. کدوم مشقنبر؟ همون که پسرش میخواد براش زن بگیره. سلام، میخواستم با اتون حرف بزنم. نه تلفنی نه، میخوام ببینم. نیم ساعت دیگه سر همون قرار همیشه بیر. سلام. چرا ازم خواستیم بیام؟ من با ایرج حرف زدم. منم یه چیزایی از دخترم فهمیدم. اتفاقا میخواستم با تون حرف بزنم. خب پس برین سوار ماشین شین، چون ممکنه حرفامون طول بکشه. کجا میخواییم بریم؟ یه جایی که کسی مزاحممون نشه. راستی این پسر دیوونه، مزاحمتون نشد دیگه؟ نه خدا رو شکر. دست شما در خواهش میکنم. چیزی نیاز ندارید؟ نه خیلی ممنون. میگم اتفاقا خیلی خوب شد که نشد. چرا؟ شما که پسندیده بودی؟ آره، ولی برای پسرهای جوان میگن وقتی میخوای زن بگیرین مادر رو ببین، دختر رو بگیر. حالا واسه آدم های به سن سال من باید بگن بچه رو ببین، مادر رو بگیر یا نگیر. دل زیبر خانومم از دست بچه هاش خونه، به خصوص همین فریبرز. به خاطر این جوشی بودنش روزی یه قشقرق به پا میکنه. من اصلا به پسره کاری ندارم. مادری که نتونه بچهش درست تربیت کنه حتما یه جایی کارش میلنگه دیگه. خب پسره جوشیه. اصلا حرف جوشی و نجوشی نیستش که. خیلی آدم ها عصبی هن. خب عصبانی میشن. چه میدونم جوشی هن، هرس میخورن. بحث تربیت و بی‌تربیتیه. این پسره اصلا بی‌تربیته. وگرنه همون روز اول اگه یک کلمه به جای اینکه بی‌ادبی کنه، بی‌تربیتی کنه، حرف زشت بزنه، یک کلمه میگفتش که آقا شما اشتباه کردین، خب منم میگفتم ببخشید، تموم میشد میرفت به کارش دیگه. خب شاید این بی‌تربیتی رو از پدره به ارث برده. من اصلا به اینا کاری ندارم. انشالله قسمت زیور خانوم هم یه چیز خوبی میشه. میگم اگه جای دیگه میخواییم برین خواستگاری، من کسی رو نمیشناسم. همین زیور خانم. نه دیگه برای من نمیخوام دوبال زن بگردین. پشیمون شدی؟ پشیمون از زن گرفتن پشیمون نشدم. نه فقط از یه فکرهایی که میکردم پشیمون شدم. چه فکری؟ خب میدونید من اون موقع که ایرج برای اولین بار با
هزار جور شرم و حیا و خجالت، عرق ریزون، بالاخره دهم وا کرد از عاشق شدنش حرف زد. من گفتم نه. خب من گفتم نه برای اینکه من نمیدونستم که شما چند وقت طلاق گرفتین. این یعنی شما با این همه شرم و حیا و عرق ریختن و منمن کردن ها میخواین که سبا رو برای ایرج خواستگاری کنی؟ بله. و یه چیز دیگه هم خب هست. چی؟ من خب در واقع نمیدونستم که شما چند وقتی که شوهرتون شما رو طلاق داد. اون طلاق نداد، من طلاق گرفتم. بله بله. خب اون وقت من میدونی که شما خیلی وقتا هستش که زن شوهر، البته فرق نمی کنه که زن شوهر با هم دیگه دعواشون میشه، دعواشون حتی پیش میره، میرسه به طلاق. اما خب شما میدونید که بعد از 2 ماه 3 ماه حتی چند ماه بیشتر رجوع میکنن. پس بذاریم براتون بگم. 2-3 ماه بعد از طلاقمون بابای سبا زنگ گرفت. اما اگه تو این 2-3 ماه 200 بارم که مراجعه میکرد، خب من با چوب از خونه مینداختمش بیرون. بله متوجه شدم. اگه حرفتون و کارتون همین بود، من باید با سبا صحبت کنم. آخه چند وقت پیشم میگفتش که یه خواستگار پیدا شده، ولی خبری نشد. اما حسم به من اینو میگه که دل سبا هنوزم با ایرجه، ولی با تمام این بازیایی که پیش اومده من باید باش صحبت بکنم. بر من نرسید دیگه. چشم. اگه چجوری بگم، من اگه من از شما خواستگاری کنم. گفتم که باید باهاش صحبت کنم. من دخترم اونجوری بار آوردم که هیچ چیزی رو از من پنهون نمیکنه. منم بهش قول دادم که جای اون تصمیم نگیرم. من منظورم دیگه من سبا نبود. هر وقت من به ایرج میگفتم که پسر جان تو هیچ وقت چیزی رو تو دلت نگه ندار، رو کن راست بریز بیرون، ولی انگار حرف زدن و نصیحت کردن خیلی آسونتر از عمل کردنه. چایی بگم بیارم براتون. بگیم بیار. نه دایی، نمیدونم کجا رفته. خب منم نگرانشم.
خب فرقی نمیکنه من زنگ بزنم یا شما، خاموشه دیگه. میگم نکنی این دیوونه تو اونجا اومده باشه دنبالتون. دایی من بعدا زنگ میزنم خودم. خداحافظ. الو الو، قطع کرد. عزیز خانوم، الو، سلام، ایرجم، ببخشید مزاحم شدم، بابام نیومده اونجا؟ نه آخه هرچی زنگ میزنم به گوشیش خاموشه. منم هرچی شماره مادرمو میگیرم خاموشه. یعنی خونه نیستن؟ نه، بعد از اینکه رفتین فکر کنم باباتون زنگ زد به مادرم، بعدش هم مامانم رفت بیرون. شما اصلا نگران نباشید، حتما با همن. باشه، ممنون. خواهش میکنم، خداحافظ. خداحافظ. غلط نکنم رفته سراغ این زنه. کدوم زنه؟ همین زنه عزیز خانم دیگه. تو داری الان کجا میری؟ دارم میرم سر قبر آقام، دارم میرم در خونه شو. یه زنگ اول بهش میزنی؟ یه زنگ بزنم، یه درمیون دارم به جفتشون زنگ میزنم. جفتشون چشم من دور دیدن، جفت شدن، خاموش کردن، دارن لیلی به لاله هم دیگه میزنن. زشته قربون، صبر کن منم آمادشم باید بیام. بجون پس ساعت 9 شب. فهمیدم که شب شد. بیا ای رادی بیداد. میشه یه ذره یواشتر برید؟ شما گفتین عجله دارین، اگه به من بود که من اصلا راه نمیافتادم. آی بعد از 13 سال امشب چقدر حالم خوبه. برای چی؟ نمیدونم، فقط خوبه. نگهداری من پیاده میشم، بقیه راهو میرم خودم. نخیر، من باید تا خود خونهتون دنبالتون بیام. آخه سبا اتفاقا من با سبا کار دارم، میخوام جوابشو از زبون خودش بشنم. میگم فکر کنم تا الان سبا دیگه خیلی نگران شده باشه. چرا؟ آخه من گوشیمو تو رستوران خاموش کردم. چه جالب، اتفاقا منم گوشیمو تو رستوران خاموش کردم. ای کاش یه شامی چیزی براش میگرفتم. خب الان میرم میخرم. نه دیگه الان دیر وقته، حالا یه چیزی میخوره. بفرمایین تو. آخه شما اول بفرمایین. سلام. سلام. آخرش کار خودتو کردی نه؟ من کار خودمو کردم.
ایرج به دایی چیزی نگفتی؟ چی رو؟ دایی نه. این سبا خانوم همون دختریه که ایرج میخواست به ما معرفی کنه. آره؟ ببخشید. راستش من خودم تا همین امروز نمیدونستم. وقتی فهمیدم قرار گذاشتم با عزیز خانوم که امشب مستقیما بیان خودم شخصا از سبا خانوم برای ایرج خواستگاری کنم. خب پس چرا وایستادین؟ بفرمایید بفرمایید بلقیس جون. بفرمایید مشخور بفرمایید دیگه بفرمایید. شما بفرمایید ما الان میایم. چیه؟ چی شده؟ تو این 4-5 ساعته فقط این دختره رو میخواستی برای ایرج خواستگاری کنی نه؟ یادته چند سال پیش میگفتی که جوانای این دوره مثل جوانای زمان قدیم نیستن؟ میگفتی اینا دیگه هیچ کدوم از عشق و عاشقی و دوست داشتن هیچی نمیفهمن؟ خب آره. یادته میگفتی که امروز دیگه هیچ پسری منتظر هیچ دختری نمیشه، صبر نمیکنه، منتظر نمیمونه، تا یه کلمه نمیشنوه دومشو میذاره رو کولشو پلنگو میبنده؟ همینجوره دیگه. نه دیگه، ایرج اینجوری نبود. سر ما دوتا کلا گذاشت به خاطر دختره. چطور؟ تو میدونی پای عزیز خانم و ایرج وسط کشید؟ شوخی میکنی؟ نه، این بزمجه سر همه ما رو گرم کرد. پسر توه دیگه، با پنبه سر میبره. نه من سیاست ندارم، هرچی تو دلمه روک و راست میریزم بیرون. من میخوام تو یه زحمتی برام بکشی. تو جون بخوا، میدونی که ایرج این پسر نداشته، خودم دوستش دارم. نه من واسه ایرج نمیگم، ایرج همه چیزش با خودمه. من میخوام واسه من یک کاری بکنی. چی؟ حرفشم نزن. من حرفشو زدم، بلرم گرفتم، میخوام تو ساقدوشم باشی. قنبه تو نمیدونی این زنه عزیز خانوم چجور؟ میدونم میدونم، همه اینا رو میدونم. ببین قربون، خواستگاری از سوا واسه ایرج 2 دقیقه طول کشید، بقیهشو سیر تا پیازشو عزیز خانوم واسم گفت. اون زد و بندا 50,000 زد و بند؟ بله. من؟ شما؟ 50,000 تومان؟ بله. بیاین دیگه. من نمیام، تو هم بیا بری. قربون 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 شما ها برین تو، من الان میارمش. واسه قربون باید حرف دارم. من حرفی ندارم. میگم واسه باید حرف دارم. اینجا این وقت شب، بعدش هم به قول خودت به قول گفتنی گفتم بسم الله نون گرم، نگفتن لاک مرزه رو جمع کن برو. ببین من دیگه نه جوونی ایرج دارم که بخوام صبر کنم، نه سیاست اونو دارم که بخوام نقشه بکشم. رک و راست بدون رو در بشتی، من میخوام با عزیز خانوم برم سر خونه زندگیم. اینجوریه؟ پس توبرت تو تهش خوردی؟ آره خوردم، یابم روش. حالا میگی چی؟ ببین قمر، این آخر عمری کاری نکن با دست به یقه بشم. به قول گفتنی خر بلگت خر نمیمیره. لا لا خیل لا لا. نگران بلقیس خانوم هم نباش، من شب خودم میرسونم خونتون. تو هم پیاده برو فکرت وای چی. رفت. ای به خدا مرگم بده. چرا؟ چه میدونم، رفت دیگه. شما برین به کارتون برسین، رگ خواب قربونم دست منه، من میرم میارمش. برو.
جان، تو مطمئنی که حتما ساعت 4 رو گفتی دای دینا اینجا باشن؟ آره خیالتون راحت، پیامک فرستادم. آخه آدم با پیامک ساعت عقدش رو خبر میده، اونم با دایی زنداییش. خود زندایی گفتن که با پیامک خبر بدیم. میبینی زور خدا، میبینی از همین حالا داره اشتباهات شوهرش رو لاپوشونی میکنه. عمده کار زنا همینه دیگه. این نمیاد، اون قربون امروز شده فرغون، اونم پنچر. شما ها نمیخواییم بیاییم تو؟ سلام. نیم ساعت ما اینجا منتظری. قربون نیومد؟ من برای عقد این دوتا آمدم، شما دوتا با فکر شاهد باشی خودتون باشی. تو دیگه پات لب گوره ها، دست بر نمیداری؟ من حلالت کردم. خیلی خب بیان، بیان دیر شده. بریم. ماشاءالله خوشبخت شدی ان شاء الله. بیا حالا خودمونی اومدین عقد و محضری خوندین، اما خدا وکیلی نشد برای عروسی و شامی عروسی ما رو دعوت نکنین دا. اونم به چشم. به همون یه دونش هم راضی بودیم ها. شما جفتشو انداختی یه شب که یه شام بیشتر به ما ندی؟ بازم من که همین یه شامو دارم میدم. تو خودت چی؟ دزدکی رفتی زن گرفتی که همینش هم ندی. مشقم بحر، انگاری مهمون اومده برم. سلام مشقم بر. جون مادرم، به مرگ زن و بچه‌ام، من اصلا من پنچر نمیخواستم بکنم. من اصلا قصد پنچر کردن نداشتم. اگر به شما ضرر زدم من چشمم کور و گوشو میدم. مشقم بر، نگران نباشی، نیومده دو ما را فرا بندازه. ما اومدیم عروسی مهمونیم، مهمونای عروس خانومی. خوش آمدیم، بفرمایی قدم زیر چشم. خیلی ممنون. بفرمایی زنی که چند خانم شما سشون ببریم مجلس زنونه. این بغل رجیم خیلی بچه معقولی شده. اگه شما یه کمی زودتر نگفته بودید من قلبم از جا کنده میشد. نه دیگه، قول داده، قول داده که دیگه هیچ وقت دعوا مرافعه را نندازه. منم بهش قول دادم که فکر شوهر کردن از سرم بندازم بیرون. انشالله خیره. بفرمی خونی بغلی. ممنونم، با اجازت. آدم پسر این زنه رو که میبینه دلش میخواد روزی هزار بار قربون صدقه ایرج بره. مشقم بر، اجازه بدی شامو بکشیم؟ بله بکشید، بکشید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدی عمو جان، زحمت کشیدی. آج خانم شما تشریف ببرید اون خونه بالایی، زلونه اونجاست. چشم، شما بفرید، خدمت میرسم. قربون شما. این کی بود؟ مشقم بر بود دیگه. کدوم مشقم بر؟ آخ از دست تو، همون که اومدیم عروسیش دیگه. اگه زن گرفته؟ بله که گرفته، هم خودش هم پسرش. خوش به حال هم خودش هم پسرش.
کجا داری میری؟ مگه نشنیدی چی گفت؟ زنا خونه بالایی هست، اینجا مردونه هست. خیلی خوب. میشه چند دقیقه منو با زنت تنها بذاری؟ از همین اول واسش هوبازی در نیاری. مادر شوهر دخترمه، میخوام باهاش خلوت کنم. باشه. میدونم اگه میتونستی تنهاشون نمیذاشتی، اما من که نیومدم جای تو رو تو قلبشون بگیرم. میگن دل آدم ها مشقن بر دلش دریاست، یه ماهی کم یا زیاد جای کسی رو تو دریا تنگ نمی کنه. اما دعا کن تمام این محبت هایی رو که شوهرت به تو داره پسرت هم به سبای من داشته باشه. الهی شکرت. قضیه 50,000 تومان چی بود آخرش ما نفهمیدیم؟ گفتم که یادم نیست. یادت نیست یا میخوای دوباره بگم؟ میخوام دوباره بگی، 100 بارم که بگی بازم میخوام بگی. چند تا خواستگاری اولو به سفارش مشقورون بردمتون جاهایی که مطمئن بودم سر نمیگیره. نه ایناشو نگو، از این به بعدشو بگو. اینا رو که میگی دوباره قیزم سر قربون زیاد میشه، بعدشو بگو. بعدش میبردمتون جاهایی که مطمئن بودم سر نمیگیره، اما نه به خواسته مشقربون یا به طمع 50,000 تومناش. پس برای چی؟ مشقنبر جون سبا و ایرج بگو برای چی هی خواستی سر نگیره؟ برای که دلم نمیومد بدم دست کس دیگه. زشته. حالا باز مشقربون میگه مگه چوغون در خاک کردین؟ برید در امون خدا باشید. خدا پشت و پناهتون.